الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام. شما حتما از حادثه دلخراشی که دیروز در یکی از مراکز آموزشی در دشت برچی کابل، یعنی مرکز آموزشی کاج، رخ داد حتما آگاهی دارین. حادثه ای که بسیار ناراحت کننده بود و خیلی از دانش آموزای از این مرکز به شهادت رسیدند و خیلی دیگر هم زخمی شدند. حکومت امارات اسلامی دیروز تعداد قربانیان یا تعداد جانباختای از رویداد 23 نفر اعلام کرد و از مجروحین هم زیادتر، که این آمار در حال تغییر خوردن است. و ما همین لحظه مقابل دروازه مرکز آموزشی کاج هستم و از این دروازه به این طرف وقتی که شما میاین، علی جان، از این دروازه وقتی که شما این طرف میاین، مکمل دیوال این مرکز آموزشی است. او دروازه است که محصلین یا کسایی که در این مرکز درس میخوانند از این دروازه داخل کورس میشدن و از و پس دوباره از این دروازه بیرون از کورس میامدن. فعلا وقتی که یک روز از یادسه گذاشته، تمامی دروازه، کوچه تمامش پاکاری شده، شسته شده و این انتحار یا این انفجار زمانی رخ داده که تعداد زیادی از دانش آموزای از این مرکز به خاطر سپری نمودن امتحان آزمایشی کانکور جمع شده بودند در یک صنف، که یک صنف به تعداد نزدیک به 500 نفر گنجایش داشته. آماری که از جانباخته ها مردم گفتن، مردم تا فعلا میگن، به مراتب متفاوتتر و بالاتر از آماری است که حکومت اعلان کرده. و اما چون در مراکز آموزشی که تدریس مضامین آمادگی کانکور میباشه، معمولا تعداد صنفهایشان زیاد است و روزهای جمعه در تمامی مراکز آموزشی که آمادگی کانکور تدریس میکنند، روزهای جمعه امتحان آزمایشی کانکور عقد میشه از شاگردا. یعنی امو امتحانی که تقریبا امو فضای کانکور را تداعی میکنند که شاگردا آماده شوند به خاطر امتحان اصلی کانکور. و دیروز هم که روز جمعه بود، دقیقا عین موضوع در مرکز آموزشی کاج بوده. از جایی که من صحبت کردم تا این لحظه ای که تا اینجایی که ما آمدم، محوطه یا امو دیوال مربوط به مرکز آموزشی کاج است که این دروازه هم مربوطش میشه و نشانه های از شمعی که دیشب به خاطر یاد بود از قربانی های از این رویداد مردم محل شمع افروختن، هنوز اینجا است، شمعی که دیشب روشن کردن. و این هم یکی از دروازه های دیگه این مرکز آموزشی که لوحه یا امو تابلوی مرکز آموزشی هم است در ایجا. و تعداد زیادی از دانش آموزا دیروز اینجا جانشان از دست دادن. این حمله در این مرکز که نام مرکز کاج است، اما قبلا به نام موعود شناخته می شد، قبلا هم در سال 2018 هم یک چنین حمله ای صورت گرفته بود و در او حمله هم خیلی زیادی از کسا جانشان از دست داده بودند. و این کوچه امروز به نهایت فرصتی است، کسی دیده نمیشه، خانه ها دروازهشان بسته است و هیچ کسی عبور و مرور زیاد نمیکنه. ما کوشش میکنیم که، و داخل کورس هم رسیدن گفته نمونه که اجازه نداریم ما داخل بریم، کوشش میکنیم که ما بریم به سرک همراه مردم هم صحبت بکنیم و ببینیم که یک روز پس از این حمله خونبار وضعیت چگونه است، چه قسم است و چی وضعیت جریان داره. ما تا این لحظه وقتی که در اینجا آمدیم، در این کوچه داخل شدیم، اجازه گرفتیم، کسایی که مسئولین امنیتی از اونها رو در جریان ماندیم، وکیل گذر را در جریان ماندیم، هیچ کسی اجازه عبور و مرور در این کوچه را بدون کدام موضوع مهم نداره که عبور و مرور بکنه. تمامی سرک های منتهی به این محل، سرک های عمومی، بخصوص سرک عمومی دشت برچی، هر قدم به قدم نیروهای امنیتی ایستاده هستند به خاطر تامین امنیت. موترهایی که رفت آمد میکنن تمامش چک میشه و بخصوص این کوچه ای که خود مرکز آموزشی کاج در این کوچه است و دقیقا همی لحظه من مقابل دروازه آموزشی کاج هستم، این کوچه بر روی رفت آمد اونجا باز ما براتون به تصویر میکشیم. در شروع کوچه یک ریسمان انداخته گیسته و کسی تا که کار ضرور نداشته باشه یا خانش در این منطقه نباشه و یا ای که به خاطر گرفتن لوازمشان از داخل کورس نامده باشن، برای کس دیگه اجازه داده نمیشه در این کوچه. و یک چیز دیگه هم نگفته نمونه که وقتی که ما آمدم در این کوچه، تعداد زیادی از وطندارا رو دیدم که به خاطر گرفتن لوازمای بجا مانده از فامیل هایشان به خاطر از این کورس
که انفجار شده بود مانده بود به او خاطر آمده بودند، اما برایشان گفته شد که فردا بیان، فعلا دروازه کورس بسته است و ما هم اجازه داده نمیشه که داخل کورس بریم و براتون تصویر بگیریم. و به فامیلای قربانیان و به فامیلای شهدا همچنان که اجازه داده نمیشه که بیاین و لوازمشون رو بگیرن و گفته میشه که فردا بیاین و این کارو بکنین. شما ادامه گزارش دنبال بکنین، تعقیب بکنین که ما به دیگه منطقه ها هم میریم، به دیگه جا هم میریم و یک روز پس از حمله خونبار به مرکز آموزشی کاج را براتون به تصویر میکشیم که چی اتفاقی افتاده و به چی تعداد نفر جانشون عزیز دادن. و همچنان نگفته نمونده در این کوچه ما شاید عینی گرفته نمیتونیم چون اجازه مصاحبه هم را کسی نداریم، اما کوشش میکنیم که حتما شاهدای عینی را هم داشته باشیم تا چشم دیدشان را از این حادثه بر ما تعریف بکنن و قصه بکنن. وطنداره عزیزی، همون کوچه ای که براتون گفتم، شروع کوچه که با این فیته یا این تار لیلون که مسدود نوشته کردن به خاطر از این که عبور و مرور محدود باشه، چون هنوز محل حادثه تحت بررسی است، هنوز لوازمای دانش آموزا بجا مانده و خیلی موضوعات دیگه ای هست که باید رفت آمد محدود باشه، به او دلیل اینجاست. و اینجا وکیل صاحب امرای ما هستن، وکیل گذر همین منطقه که فعلا مسئولیتشان بسیار زیاد است. اینا همین موبایل های کسایی که مانده از دانش آموزا و یا کتاب و کتابچه و بکس و لوازم هایشان اونا رو تسلیم و فامیل هایشان میکنن، به او خاطر امرایشان کمی صحبت میکنن. وکیل صاحب ببخشید اگر اینجا در کنار ما بین. سلام علیکم. سلام علیکم. بخیر خوب هستین؟ سلامت باشین. شما مربوط گذر چندم میشه؟ گذر ده. گذر ده از مربوطات ناحیه 13. 13 بله قربان. شما وکیل گذر دهم هستید؟ من نماینده کوچه هستم. خب نماینده کوچه. بله دیگه وکیل کوچه گفتم به صدا. اول خب دعا میکنیم و بر شما هم تسلیت میگیم، چون وطندارای ما همگی باید به هم دیگه تسلیت بدیم. دقیقاً. و امید داریم که خداوند متعال دیگه فضای را حاکم بسازه که دیگه شاهد از حوادث نباشیم. و دومی که در این دو روز چی گذشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمد اسماعیل سیفی هستم. خدمت عرض کنم مسئول این کوچه، وکیل گذر این کوچه هست. و خدمت عرض کنم دین رو ساعت 7:20 دقیقه بود که میجا ما در سر می کراشی که دارم همین شیشه بودم، صدای فایر شنیدم، صدای فایر شنیدم، بلافاصله پایین شدم، در نصف کوچه رسیدم که انتحاری رخ داد. انتحاری رخ داد دیگه با کمک دو ساعت تا برادران مثلا امارت یا مثلا امبولانس اومد، همکاری کردن، نمیگم کوتاهی نکردن، واقعا همکاری کردن. از هر نگاه ما داخل کورس رفتیم، به حد وحشتناک بود که خداییش اصلا کس هم دیگر رو نمی دیدیم. به تعداد بسیار مردم روی هم افسیده بودن و کلن مثلا دخترها بود، بچه ها بسیار کم بود تعدادش، دخترها بود. ما به کمک دوستا و به کمک مردم تا که تانستیم جنازه و مجروحین کشیدیم، در موترها و در امبولانس ها انداختیم. شفاخانه که نزدیک منطقه بود و شفاخانه محمد علی جناح، شفاخانه امرجنسی، شفاخانه سردشت برچی انتقال دادیم. به نظرتان تعداد قربانیات یا تعداد جانباخت ها چقدر بوده باشه؟ والا بالای 60 نفر است. 60-70 نفر راحت میتونم تخمین بزنم. چون خودتان عملا در اون لحظه ای که انتحاری شد بودین و زخمی ها و شهدا را انتقال دادین به او خاطر؟ میگم بالای 50-60 نفر بودن. بالای 50-60 نفر بود. و امروز گفتین که شما مسئولیت دارین که این بکس و موبایل و چیزایی که دانش آموزا مانده اونا رو تسلیم فامیل هایشان بکنین. بله ما خدمت عرض کنم دین روز و کمک بران امارات اسلامی ما کلا مثلا وسایل رو جمع کردیم، اونایی که قابل استفاده بود جمع کردیم، از خبیل بیک بود، موبایل هایی بودن که استفاده شد، ما کلا پاکاری کردیم، بسیار خونالود بودن، پاکاری کردیم. دفعه اول امیران در خانه اگر شما مثلا برید من شانتون میتونم روی میز گذاشتیم و یک نفر موظف شیشته هر کدامش که زنگ میایه ما مشخصاتش پرسان میکنیم، باز آدرس برش میتیم، میایه نمیجا بعد ازش رسید میگیریم، نشمه کنه اسم ولد کل چیز نشمه میکنیم، شخصش میگیریم، اونا برش تحویل میتیم. و بایکای هم که بود قابل استفاده بودن، اونایی که استفاده میشد و اونایی که در پارکینگ مانده بودن صحیح و سالم، اونا رو هم کلن در اختیار ما هستن. یعنی میال دوستا که میایه ما اونمون رو در اختیارشان میتیم و خد ازش نام ولدشان نشمه میکنیم، بخاطر اینکه مثلا تو استفاده از کسی دیگه بر نداره، ما اونمون رو نشمه میکنیم. کوشش کردیم که تاوال تقریبا 26 تا موبایل امروز ما تاویل کردیم برایشون و تقریبا 7-8 تا بایکه تا
تحویلشان کردیم. اقاربشان آمده وزید تعدادی که شهید بوده و تعدادی که زخمی بوده نشته کردیم. کی شهید شده کی زخمی بوده اینا رو نشته کردیم برشان. به خانه هست همی لوازم های چیزای شما از مردم؟ وسایل های مثلا موبایل های خراب و دسکابل های خرد خراب بود و دسکابل های یعنی میتونیم بریم ببینیم؟ دسکابل های خراب، همین خرده و موبایل های خراب، دسکابل های کلان که بود در مسیر ملازان قندوری انتقال دادیم و موبایل هایش فعلا در خانه موجود است. یک تعدادی که مانده اونایی که تحویل دادیم است، یک تعدادش همینطور مانده دانورسی، همینطور مشخص یک نفر موظف است که اونمو را خدمت هست کنم زنگ بزنه هزار دفعه چرا نه، هزار دفعه ما فقط اگر ملا جانم در خدمت هستیم، خانم که در نزدیک هستن اگر بریم ما در خدمت هستیم. تشکر امروی وکیل صاحب، میریم امو لوازم های باقی مانده از دانش آموزا را میگردیم، هر چی که هست اونا را میبینیم، دوباره ادامه گزارش شما دنبال بکنیم. کسایی که درس میخواندن اونا موبایلشان، بکسشان، کسایی که جان باختن، کسایی که زخمی شدن، تمام چیزشان در کورس ماند. یک تعدادش وکیل صاحب جمع کرده، به کمک نیروهای امارت اسلامی جمع کرده، آورده و اونا را تسلیم فامیلایشان میکنه. او هم عمو موبایلایی که زنگ میه برشان. و شما ببینید چقدر یک صحنه دلخراش بوده او صحنه و چی یک حالت خرابی بوده که شاید تا امروز حتی کسایی باشند، فامیلای باشند که حتی از موال اولاد خود خبر هم نباشند و هنوز هم زنگ زده میرن، زنگ زده میرن تا یکی بالاخره یک حال حوالی بیه. یک روز گذشته از حادثه، بریم ببینیم. خب زنگ آمده؟ خب اجازه خواست انشاءالله مشکل نیست. سلام علیکم. سلام، خوب هستین؟ امیر یکی از شاگرداست، اوکی کنین ببینین چی میگه. بله میشنوین؟ آه گفتم شما از فامیلای راهل هستین؟ خب مو تذکره راهل را بیاین تلفن شه صاحب شوین. خب در سر کوچه کرسی کاج یک غرفه است به نام وکیل اسماعیل، از اونجا تلفن صاحب شوین. آه بایش هم هست. آها خداحافظ. راهله کسی است که شهید شده؟ شهدای کرس است. برای شما معلوم نیست که راهله چند ساله بوده؟ نه مشخصاتش معلوم نیست. امیال یک در تلفن زنگ آمد و یه نزید چی کردم، باز جواب دادم، گفت راهله شهید شده و تلفن چه از کجا گرفته میتونیم. باز آدرس دادم دیگه، شاید بیایه بعد از پسانتر. از دیروز به این طرف خودت همین مسئولیت داری؟ از این صبح. از امروز صبح؟ صبح وقت. و خودت دختر وکیل صاحب میشه درست؟ یک کمی هم اگه این طرف بیاییم که روشنی باشم، امروی شما بیشتر صحبت بکنم. چی رقم زنگا برات آمده؟ امروی کیا صحبت کردی؟ امروی خانواده شهید، برادرهایش، پدرش، زیادی هم مادرش دیگه. زخمی بود، شهید زیاد. شهید زیاد و زخمی؟ زخمی هم بود دیگه. تا هنوز 8 تن شهید تلفنایش تسلیم دادیم. شخصا خودت 8 تن شهید تماس گرفتن، فامیلاشون تسلیم دادن؟ آمده پشت موبایلش گرفته و گفتن شهید شده. متاسفانه. متاسفانه. خداوند جنت جایشان داشته باشه. شهدا بیشتر دختر خانم ها بودن یا در بینشان بچه هم بود؟ نه، این موبایل ها که اینجا است همه شون دختر هسته. تمامش دختر هسته. و از موبایل هاشون، از عکس هایی که در سرصفی موبایل شما تو برات معلوم شده که امی 8 نفر شهیدی را خودت تسلیم کرد تلفن هاشون چند ساله بوده باشن؟ عکس هایشان نبودن، یک دانش بود، شاید 18 یا 19 ساله بود یا کمتر. تو دیگاهش عکس های خودشان نبودن. خودت چطور؟ خودت مکتب میری یا آمادگی کنکور میخوانی نمیخوانی؟ چی رقم؟ نه من مکتب میخوندم، حالا که امارات اسلامی آمده نیستم. آمادگی کنکور نمیخوانی؟ نه، صنف نو بودم. صنف نو بودی. و چی آرزو داشتی که وقتی که مکتب خلاص بکنی کدام رشته را بخوانی؟ با آینده چی تصمیم گرفته بودی از لحاظ تحصیلی؟ من خواستم مکتب خلاص کنم، حقوق بخوانم. خب نشد دیگه. آلی و آلی که کسایی که مثل خودت آمادگی میگرفتن که برن یکی از رشته ها را بالاخره در کنکور امتحان بدن و کامیاب شن به یکی از رشته های امروز، بسیارشان در زیر خاک هستن.
چی گفتنی داری و چی قسم میبینی از نظر خودت آینده تحصیلی خودت و هم قطارهای خودت؟ چیز گفتنی ندارم چون خیلی چی است دیگه، رفتن عالی. اگر آرزو کتی، آرزوهایشان کتی، هرچی عوض هرمان داشتن خلاص کلش خراب کردن. تشکر. خواهش میکنم. زنده باشه. خواهش میکنم. و وکیل صاحب این لست چی هست وکیل صاحب؟ همین موبایل هایی که بر مردم دادیم، اگر شما همین که مثلا دادیم برادر آمده یا پدر آمده، نامش نوشته شده، ولدش نوشته شده، شماره تذکریه، شماره تلفنش و شخصایشون رو گرفتیم که صبح مثلا کدوم از کس ادعا نکنه که مثلا تلفن ما کجا شد کجا نشد. و این تعداد تلفن که ما جمع کردیم اون کنن یک لیست دادیم و امارات هم دادیم و اهالی ریسفیده مسجد هم جمع کردیم و که میره خطه دادیم موبایل ما تحویل گرفتیم و به مو تعداد ما به مردم که تحویل کلن شماره تلفن شماره تذکره شخص شما گرفتیم که کدوم صبح کدوم خود نکرد کدوم ادعای نشد که تلفن ما کجا شد کجا نشد. ای خودش یک خدمت کلان است، یک مثال کار خواهر بود که ما حتی صبح که مثلا میام بعضی بعض کذا رو باز میکنم که نمونه شونی داستن در هر بکس اگر در پشت هر موبایل 20 افغانی یا 30 افغانی پیسه بود و هی حالت مردم درس میخوان. همین حالم که شما اگر در مسجد ملا جانم برین سکر کنید هر بکسک هایی خراب است که باز میکنیم 30 افغانی 40 افغانی نهایت 50 افغانی پیش این هر دختر خانومی که بود به این حد مثلا با این حالت درس میخوندن 20 افغانی 30 افغانی 50 افغانی در پیش از اینا پیسه بودن. و ما کسهایی هم که میشناسم که در اینجا میامدن در موسر کراچی من باور کن نان خوش که خودم میاوردن میرفتن اینجا درس میخوندن میرفتن در کتابخانه و با یک تا او نان خودم میخوردن. همچنین شاگردهای من اینجا سراغ داشتم ولی خوب که خدمتشون نبود که و هم روز رفتیم کسی رو دیدیم که خدمت همین تیکیدی که مثلا برای آمادگی کنکور میگیره و هیچ نصف خونپر در روی کورس افسیده بود و او و شش شب خورده و این هفته آخر اینا بود، همین هفته آخرشان بود که هیره مثلا امتحان میداد شاید مثلا چهار روز بعد یا پنج روز بعد یا چند روز بعد آینده اینا امتحان عمومی کنکور میدادن. اینا آرزو به گور شدن بیچاره ولی خب مشکل نیست، هر کس دیگه قسمت همیست، از کار خداوند کس نمیتونه سرپیچی کنه، رضای خدا حتما در می بوده. ولی فقط من افسوس به می خورم که من صبح که نگاه میکنم و پشت مثلا تو پوش های تلفون نمبر میدارم 30 افغانی نهایت 40 افغانی یا 50 افغانی پیسه است کی با این 30 40 افغانی 50 افغانی مثلا اینا می اومدن مثلا کرای موتر میدادن با این مثلا نان خودم می خوردن یا هر چی میکردن با این 40 50 افغانی چی رقم یک نفر با این جوانی بیا 40 افغانی 50 افغانی ده بهش پیسه باشه. نمونه شو نمونه یک تلفن که کشتم 20 افغانی اون 20 افغانی ایره به جرات براتون گفتم میتونم وطندار عزیز به جرات براتون گفتم میتونم که کسایی که در این حادثه جانشون از دست دادن و یا زخمی شدن تمامیشان از فامیلای سرمایه‌دار و چیزا نیستن، تمامیشان کسایی هستن که از قشر پایین جامعه هستن. اینا فقط آرزویشان هدفشان اینمی بوده که بیان درس بخوانن و بتونن حداقل برای خودشان برای خانوادهشان یا برای کشورشان یک آینده بهتر بسازن و آمادگی کانکور می خواندن که در آزمون یا در امتحان سرتاسری کانکور که همه ساله برگزار میشه و از طریق از او امتحان تعداد از فارغین مکاتب به دانشگاه های دولتی و نیمه دولتی و خصوصی را پیدا میکنن، آرزوی از یا فقط می بوده که درس بخوانن و به دانشگاه برن ادامه تحصیل بتن زحمت بکشن. اما امروز قسمی که وکیل صاحب گفت اینی لوازمای اونمو کسایی هست که شاید مثل ما و شما بسیار آرزو داشته باشن داشتن، شاید مثل ما و شما به فکر ازی بودن که از طریق تحصیل یک جای خودشون رو برسانن. کسایی که فعلا این گزارش رو بیننده هستین این حالت را دیدنش و از نزدیک دیدن و این وضعیت را دیدن خیلی سخت است، بسیار سخت است و واقعا آدم وقتی به این فکر میکنه که این تعداد از دانشجویا با تمام آرزوهایی که به دل داشتن فعلا این دنیا را ازش خداحافظی گرفتن و رفتن، این بسیار واقعا دردآور است. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 دانه موبایل همینجا فعلا پیش ما است. یکی هم که پیشتر زنگ آمده بود از راهله که راهله فعلا در این دنیا نیست و تلفن راهله که شاید این تلفنش
حاضر نبوده که حتی به نزدیکترین کس خود به سادگی تلفن خود به دستش بده، اما فعلا تلفن راهله که فعلا به این دنیا نیست و در حادثه دیروز جان خود عزیز داده فعلا به دست ما است و ما یک به دست ما در مورد راهله گپ میزنم. من اصلا راهله را نمیشناسم، اما ایگه به اطمینان کامل گفتم میتونم که راهله اگر هدف نمی داشت، اگر واقعا عاشق تحصیل نمی بود، در همچو شرایط به خاطر ادامه تحصیل یا به خاطر فرا گرفتن یک چیزی نمی آمد. پس خودش بیانگر ازی است که راهله و خیلی از کسای دیگه که دیروز جانشون از دست دادن، تمام ازنا کسایی بودن که عاشق تحصیل بودن، عاشق درس خواندن بودن. این جفاست، ای واقعا جفای بسیار کلان است در حق تمام محصلین که همچه حادثات میشه. این حادثه بسیار واکنش های داخلی و بیرونی هم داشت. حکومت سرپرست فعلی هم حادثه را محکوم کرد و گفتن که توجه بیشتر به غرب کابل می داشته باشند و از تامین امنیت اطمینان دادن. امیدوار هستیم که این حادثات دیگه تکرار نشه و ما شاید ریختن خون کسایی که میتونن آینده افغانستان را بسازن، شاید ریختن خون از وادگا نباشیم. کوشش میکنیم که در این گزارش جنبه های مختلف از حادثه المناک دیروز برتان به تصویر بکشم، هرچند که خیلی محدودیت از در قسمت تهیه گزارش. ما با اجازه گرفتن و با قدم به قدم در جریان گذاشتن مسئولین امنیتی که هر جایی هم هستن به خاطر تامین امنیت فعلا امروز در سرک عمومی برچی، کوشش میکنیم که بتانیم گواهان رویداد هم پیدا بکنیم و کسایی که دیروز عملا به چشم خود و حادثه را دیدن ببینیم که اونا چی تعریف میکنن. اما خدا کنه که بتانیم. بسیار محدود است صحیح تهیه گزارش، اما نهایت تلاش خود را میکنم که برای شما گزارش جامع و یک روز پس از حمله خونبار مرکز آموزشی کاج را براتان به تصویر بکشم. شما ادامه گزارش دنبال بکنین، انشالله من همراهتان هستم. واقعا دردآور است. من پیشتر داخل خانه خب بر صورت واقعا دردآور است، آدم چیزی گفتن نمیتونه. خیلی کوشش کردیم، خیلی زیاد تا این جایی که ما براتون به تصویر کشیدیم و تا پیش دروازه کورس رفتیم واقعا کار آسانی نبود. ما هر لحظه در جریان میموندیم، هر لحظه اجازه میگرفتیم و بسیار مشکل به خاطر از این که یک موضوع نباید از دید مردم پنهان بونه، هرچند که نیروهای امنیتی به خاطر تامین بیشتر امنیت ما را میگن ما را اجازه نمیدادن، اما با وصف از اون با بسیار سماجتی که کردیم بالاخره موفق شدیم براتون این گزارش تهیه بکنیم و یک روز از او حمله گذشته و شما هم جزئیات از حمله را شما دیدین. صحبت ها نتونستیم امرای مردم زاد صحبت بکنیم، اما گزارش مرا ایجا تمام نمیکنم. من از همینجا حرکت میکنم که میله از در سرک عمومی در شبرچی است، مقابل کوچه که کورس آموزشی کاج است. من حرکت میکنم به گوشه های دیگه از این منطقه میرم تا بتونم حداقل شاهدای عینی پیدا بکنم، کسایی که از امون روز یا از امون حادثه کدام چیزی برای گفتن داشته باشند. اما اطمینان داده نمیتونم برتان وطن دارا، به خاطر از اطمینان برتان داده نمیتونم که قسمی که بیشتر برتان گفتم ساحه تهیه گزارش بسیار محدود است و به بسیار مشکل گزارش میشه تهیه کرد، اما من کوشش نهایی خود را میکنم. شما ادامه گزارش دنبال بکنین. از اینکه اگر بگویم که چی حالت سپری شده سر از این مردم، سر ما که من امروز وقتی که آمدم، هر چی که بگویم کم است و با گفتار بیانم نمیشه مو حالات. بنابراین از اون موضوعات کاملا من میگذرم از بیانشان، فقط آرزوی ازیر دارم که دیگه اتفاق رخ نده و همچنان برای تمام کسایی که در حادثه جانشان از دست دادن جنت فردوس هم میخوایم و به تمام زخمی ها شفای عاجل. گزارش خود را من ادامه میتونم، اگر تانستم چیزی پیدا کنم شما بیننده خواد بودین، اگر نتانستم شاید گزارش ما همیجا تمام شود. Thank you.
آمدیم به قبرستانی یا گورستان شهرک امید سبز یا شهرک حاجی نبی، جایی که 32 میگن که 32 جان باخته امی حادثه دیروز را به امی قبرستان آوردن و این قبرستان خانه ابدی نه تنها جان باخته حادثه دیروز، بلکه از سالهای گذشته هم که در غرب کابل بخصوص دادش برچی وقتی که اتفاقات انفجاری و انتحاری رخ میداد کشته شده را اینجا می آوردن. معمولا اینمی قبرستانی یا این دامنه های تپای شهرک امید سبز جایی است که ما را اینجا دفن میکنن کسایی که در حادثاتی که در غرب کابل کشته میشن. خب اینی قبرهایی که شما میبینین شهید اسدالله خرم در پشت سنگای قبر نام قریهشون نوشته است، قریه طالابیگم مادر قربان، و در اون سمت سنگ نامای خودشان است. اینا کسایی هستند که دیروز آورده شدند. یک تعداد اینجا هشت نفر گفتی لالا؟ هشت نفر اینجا است. یک برادر خواهر هم است و یک تعداد دو پایان، یک تعداد دیگه هم در اونو قسمت ها او طرف، یعنی در مجموع او جام هستند. خلاصه پراگنده در حدود 32 کشته را اینجا آوردن و اینجا دفن کردن. و یک چیز جالب دیگه ای که کسایی که مثل برادر ما اینجا قبرکنی دارن یا میگن که ما قبرها را پیش از پیش میکنیم مبادایی که فردا یک حادثه دیگه بفته. ایگه با ما بسیار جالب بود. خودت اگر استاد چه ای بخشش باشه بخاطر اینکه این هفته است باز روی ما خودت کس نمیبینه. اینجا در کنار ما بیا. خب نام خودت چی است؟ اسم من محمد من دشت برچی هستم. خودت هم از دشت برچی هستی؟ خانتون اینه موجه هستن؟ آره من دشت برچی شهرک مهدیه. خب شهرک مهدیه. آره. خب شما دیگه تقریبا مثل شهرک امید سبز گفتم میشین دیگه، آخر شهرک امید سبز یک کوچگه که از طرف شهرک مهدیه رفتم اون رقم نیم؟ همین منطقه شهرک مهدیه. آره. خب همین موضوع را که پیشتر گفتی من پرسان کردم از لالای ما، گفتیم قبر میکنی قرار است که کدام جنازه دیگه بیه یا چه رقم؟ گفت نگو ما قبر میکنیم، گفت احتمال داره که سبا یک اتفاق دیگه بفته، یعنی عادت کردیم، یعنی هیچ پیش بینی نمیشه، امکان داره که همون تو یک حادثه دیگه خدا نخواسته سبا شوه ما پیش از پیش قبر ما کندگی باشه. همون تو گپ گفتی بر من؟ آره دیگه اینجا ما قبر کن دائمی که ما نیستیم، این دیروز اتفاق افتاده، از مو زنگ زده، از دفتر زنگ زدم گفت اینجا قبر زیاد آماده نیه، جنازه زیادم نمی بیت قبر بکندیم و دیر از کم آمدیم کندیم، امروز هم اینجا آمدیم. امروز خوب کشه نمده جنازه، هرچی بوده دیروز بود دیگه. این قبرها رو آماده هم تر میدیم، ولی اگه حادثه اتفاق اینجا تقریبا اگه 20 تن قبر تقریبا آماده بود، اگر آماده نبود که دیر از کم بود قبر بود دیگه، بازم خیلی کند نفران. 20 آماده بود هنوز هم کم بود کرد؟ آره دیگه اینجا 20 تن هم تر و جنازه انتحاری هم دیگه جای دیگه. آره دیگه. خب امی قبر خوار بیادر کدامش بود که گفتی؟ همین جا کدام؟ بریم اونجا. از این حادثه دیروز است منظورت؟ آره. خب از حادثه دیروز شهید ملبنین شهید طاهر. خب یکی شهید طاهر و ملبنین، این دو تا سنگ از دو تا قبر است؟ آره خواهر برادر از یک خانواده دیگه. خب از یک خانواده هست. خب اینی هم اینه یک قبر شهید طاهر و شهید ملبنین که به تاریخ 8 ماه میزان یک شهید هم شگو شهید شگوفه این طرف هست که در پالوشون یک قبر دیگر کندر میرن. خب کدامش هست سمدلی؟ بنت سمد علی. خب این شگوفه بنت سمد علی. برادر سلام علیکم. مانده نباشین، خوب هستین؟ خیرتی هست انشاءالله؟ بخیر؟ سلامت باشین. خودت یک ذره بگو قبری را که میکنی مثل از برادر دیگه همون تو آماده میمونی که احتمال داره کدام کس دیگه بیه، یا قرار است که برد گفتن که فلان جای قبر بکن که جنازه میاد، چرا نه همین تو آماده میمونیم، خدای نه کدام حادثه پیش به کدام چی باشه قبر آماده باشه که صاحب جنازه تکلیف نشه، که مثلا منتظر ازی نباشه که قبر آماده شود یک چند دقیقه جنازه تال بخوره، نه آماده باشه که مثلا جنازه مو فوران که آمد زودتر دفن خاک شود، منتظر نمونه صاحب جنازه.
از دیروز با ما قصه بکن، دیروز چی حالت بود در این منطقه؟ چقدر جنازه را، چقدر کشتار اینجا آوردن؟ والا تقریبا شاید 15-20 نفری که هم چیزا شاید آمده باشه دیگه. این تو شلوغ بود، خلاصه این فهمیده نبود دیگه. 20 شاید بیشتر شده باشه، حالا تقریبا تخمیناً نزدیکای 20 بالاتر بود دیگه. حساب جنازه دیگه خلاصه نفر خیلی آمده، پشت پشت قبرگیر آمده رای بود دیگه. وقت دفن کردن از این کشتام کسای امنیتی اینجا بودن نبودن؟ نه، حساب امنیت کس نبود. هیچ کس نبود؟ هیچ کس نبود. مردم احساساتی نبودن؟ احساساتی برخورد نمیکردن امرای کسی؟ احساساتی که بود چطور نبود که دلیلی از خاطری که عزیز خود را دست داده به شهر کس باشه احساساتی میشه دیگه. از این حساب خو بسیار چی بود دیگه، نفر پشت پشت نمیمد، پشت قبر میخواست، مثلا قبرگیر بود. یعنی هدف مایی است که این وضعیت مردمی که آمدن دیروز، همین تعداد مردم زیادی که آمدن، بستگان همی کسایی که جان باختن، وضعیت اون مردم چی رقم دیدی؟ چی حالت داشتن؟ وضعیت دیگه بسیار دیگه ناراحت و مثلا غمگین و مثلا یک چی رقم بگم، بسیار ناراحت بود دیگه. خب هر کس باشه یک عزیز خود که دیست بیده دیگه بسیار ناراحت و مثلا احساساتی و برخورد میکنه دیگه، مثلا اصلا حالت خود نیه، اختیارش مثلا دیست خود نیه، بسیار توند و با عصبانیت چی مونه برخورد مونه دیگه، مثلا چون اختیار مثلا اختیار دیست خود نیه، چون عزیز خود دیست داده در اون صورت واقعیت مثلا از اوی صاحب چیز هم هست برش حق میدیم دیگه، چون خاطر که عزیز خود دیست داده دیگه و مثلا اصحابش مثلا در جای خود نیه، نرمال نیه، نه از اوی صاحب دیگه. زنده باشی لالا. بخیر باشی. تشکر، خیر بینی. بیاین که پایان بریم، پیش از او برادرهای دیگه که اونجا قبر میکنن نورم ببینیم، همراهشون گپ بزنیم و یک چیز دیگه ای که وطندارا هر چی کوشش کردیم که شاهدای عینی را از یاد سر برتان داشته باشیم، خب ما اجازه مصاحبه امرای مردم ساکن در اون محله که اتفاق افتاده که شما دیدین، ما رفتیم داخل کوچه، رفتیم پیش دروازه کورس، رفتیم، اجازه صحبت همراه مردم محله نداشتیم. نیروهای امنیتی به ما هم تو گفتن که فقط همراه مردم صحبت یعنی مصاحبه در اون منطقه نداشته باشین، وگرنه ما میخواستم که همو گفته های مردم و کسایی که اونجا شاهد عینی بودن، کسایی که همو لحظه‌ای که همو اتفاق افتاده بود در اون محل بودن یا کار میکردن، هرچند که همراه از او نماینده کوچه صحبت کردیم، شما دیدین که رفتیم داخل خانه‌ش و همو موبایلایی که از قربانی مونده بود نارم به تصویر کشیدیم، اما در قسمت شاهدای عینی و صحبت همراه مردم اون محل ما موفق نشدیم. شما با بزرگوارتان ببخشین. خب این قبرای دیگه که آماده کنده شده از طرف این مردم، از طرف این قبرکنهای دیگه که تیار آماده ماندن، به احتمال زیاد این مثل او برادرها این آماده ماندن، اما کسی برشان نگفته که قرار است که حتما کدام جنازه بیان یا نبیان، ولی همون تو کندگی ماندن. چی گفتی خودت؟ خب دیگه چی شدن؟ پایان رفتن؟ خب یک فامیل اونو جاست؟ ما یک بار پیش ازی که به شما به تصویر بکشیم، من خودم میرم و بهشون صحبت میکنم، ببینم که از بستگان همی جان باختای دیروز هستن یا نه، اگر بودن و اگر رضایت دادن که امرای ما صحبت بکنن، امرای از اونا میرم صحبت میکنیم. وطندار عزیز، ای فامیل خوشبختانه از فامیلای نیست که دیروز اعضای فامیلشان جان باخته، اینا قبلا یک عزیز خود عزیز داده بودن و فعلا به خاطر دعا کردن اینجا آمده بودن، به خاطر هم روشون صحبت نمیکنیم. خب به هر صورت این قبرستان قبرستانی است که یعنی یکی از قبرستانایی است که بیشترین قربانیان حادثه دیروز اینجا آوردن، در حدود 90% را در همین قبرستانی آوردن. حادثه ای که دیروز ساعت 6:30 بین ساعت 6:30 الی 7 در اون لحظه ای که امتحان آزمایشی کنکور در مرکز آموزشی کاج گرفته می شود از طرف استادان که این شاگردای مرکز آماده شوند کم کم به خاطر سپری نمودن امتحان اصلی کنکور و همچنان که این امتحان آخرشان بود فکر می کنم، یا بعد از این امتحان یک امتحان دیگه قرار بود سپری بکنن، یعنی هفته آخر درسایشون بود که حادثه رخ میده و تعداد زیادی از دانش آموزان
جانشان از دست میتن و تعداد زیاد دیگهشان هم زخمی میشن. زخمی های رویداد را بیشتر به شفاخانه های عمو محل بخصوص شفاخانه محمد علی جناح انتقال دادن. صحبت های ازی بود که میگفتن کسایی که به خاطر اهدای خون رفتن به اونا اجازه دادن شده بود. اینی موضوعات ماند که ما نشد پرسان بکنیم از کسی که آیا این موضوعات بود یا نبود. اما بر اساس گفتای نماینده کوچه که خودش شامل کسایی بود که همین زخمی ها و شهدا را انتقال داده بود، همون لحظه گفت که آمبولانس ها آمده بودن، نیروهای امنیتی آمده بودن و همگی با هم شهدا را انتقال می دادن، زخمی ها را انتقال می دادن و گفت که در بالای 60 نفر است. اما آماری که دیروز، البته ما آماری که امروز گفته شده از طرف حکومت ما تا هنوز آگاهی ندارم، آماری که دیروز گفته شد که 23 نفر در حادثه جان باختن. به هر صورت با امید از این که دیگه این حادثات رخ نده و ما شاهد از این رقم حادثات دلخراش نباشیم، ما بعد از خیلی وقتا دوباره مایک به دست و آمدم تا تهیه گزارش بکنم، اما متاسفانه که گزارش ما در ارتباط به چنین حادثه‌ای بود. بعد از خیلی وقت مایک خود را گرفتم تا گزارش تهیه بکنم. ای کاش میشد که گزارش اجتماعی، گزارش شهری و گزارش می بود که از خوبی‌ها و خوشی‌های مردم میتونستیم بردان بگوییم. اما بعد از خیلی وقت ما دوباره گزارش ثبت کردم، اما این قسم یک گزارش دلخراش و ناراحت کننده. خداوند یار نگهدارتان باشه، با امید از این که دیگه بازم میگم همین حادثات تکرار نشه.